خاص‌ترین سفره هفت سین سال 1401 رو با کمترین هزینه خودت توی خونه درست کن. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا تو هم این هفت سین خاص و خوشگل داشته باشی. سلام به روی ماهتون. برای درست کردن این شیش سل یا ما احتیاج داریم به چوب معاینه پزشکی که بهش میگن آبسلانگ و یا اینکه چوب بستنی سایز بزرگ که میتونیم از لوازم قنادی تهیه کنیم. آموزش صرف تا صد این شیش سل ایو توی یکی از پست هامون گذاشتیم، پس حتما وارد پیج بشید و آموزش کامل این شیش سلی که فوق العاده ساده و راحته رو ببینید. خب پس حتما ویدیو آموزشی این شیش سلی رو وارد پیج بشید و ببینید، استوری هم نگاه کنید، چون من حتما ویدیوشو براتون اد استوری میکنم. اینجا ما احتیاج داریم به نخ مکروم بافی 3 میل یا 4 میل که ارتفاعی که ما برای نخ در نظر میگیریم 3 تا 4 برابر این قد کارمونه، که بعد به اندازه 6 تا 5 تا نخ به همین اندازه برش میزنیم. حالا نخمون رو از وسط کارمون رد میکنیم و در واقع نخامون رو سر میندازیم. بعد از اینکه نخامون رو کامل سر انداختیم، یعنی از دو تا چوب رد کردیم و وارد شیش سلیمون کردیم، حالا میخوایم کارمون رو گره بزنیم یا کار بالای کارمون رو ببندیم. آموزش تمامی گره مکرومه رو توی پیج براتون توی هایلایت ها گذاشتم، میتونید با دیدن هایلایت ها به طور کامل و دقیق مکرومه بافی کنید. ما اینجا یک نخ رو به شکل یو شکل میگیریم و یک نخ رو ثابت به سمت بالا نگه میداریم و نخ دوم رو کاملا دور نخامون میپیچیم و از این هلالی که میبینید رد میکنیم و حالا نخ بالا رو محکم میکشیم. اضافی نخامون رو قیچی میکنیم و این گره ما تموم شد. ما به تعداد 12 یا 10 تا نخ داریم که باید جفت جفت نخامون رو جدا کنیم. بعد از این که نخامون رو جفت جفت جدا کردیم، روی هر دو تا نخی که جدا کردیم گره مدادی میزنیم که انواع گره ها رو براتون توی هایلایت گذاشتم. به این شکل هستش که یک نخ رو به ثابت تو دستمون نگه میداریم و نخ دوم رو گره مدادی میزنیم. دو تا گره مدادی میزنیم که در مجموع 4 تا گره میشه. نخ سمت راستی میاد روی نخی که ثابت تو دستمون نگه داشتیم و به این شکل گره میزنیم و با یه ارتفاع مشخص فیکسش میکنیم. دقیقاً همین کار رو روی نخهای جفت بعدی هم انجام میدیم، فقط با اون کار اولی که انجام دادیم چک میکنیم که اندازه و ارتفاعشون یه شکل باشه. ما اینجا الان 5 تا گره داریم که در مجموع 10 تا رشته نخ داریم که جفت جفت این گره ها رو روشون ایجاد کردیم. حالا نخام رو جوری مرتب میکنیم که به هم دیگه پیچ و تاب نخوره و مجددن میایم پایین و میخوایم گره بزنیم. حالا کاری که اینجا میکنیم، ما میخوایم بین رشته نخ ها اشتراک بگیریم، یعنی یه رشته نخ از یک گره و یک رشته نخ از گره دیگه با هم مجددن گره میخورن که نخامون رو به هم وصل کنیم. با یه ارتفاع مشخص مجددن میایم پایین و بین این دو تا رشته نخ رو گره مدادی میزنیم. انواع گره ها رو من براتون هایلایت کردم که شما میتونید با دیدن اون گره هایی که گذاشتم شکل اشکال مختلفی روی این بافت مکرومتون ایجاد کنید. خب پس قسمت پایین رو هم به همین شکل ساده و راحت بعد رشته نخامون رو به هم وصل میکنیم. بعد اینکه تمام رشته نخامون رو به هم وصل کردیم، حالا میخوایم قسمت پایینی کارمون رو مشابه قسمت بالا ببندیم. ما در قسمت بالای کارمون یه گرهی زدیم به شکل یو شکل بود، حالا میخوایم قسمت پایینی کارمون رو هم به همون شکل ببندیم. پایین کارمون رو بعد از اینکه گره زدیم اضافه نخاش رو قیچی میکنیم و تنگ شیشه ایمون رو داخل آویز میندازیم. اضافه نخهای پایین رو هم قیچی میکنیم به اندازه قد دلخواه و بعد نخهامون رو ریش ریش میکنیم. به همین راحتی آویز هفت سین شما آماده است. شما میتونید خیلی زیبا و شیک و متفاوت تر از سالهای قبل هفت سین امسالتون رو بچینید. حتما یه سر به پیج بزنید، چون کلی نکات و ترفند دوخت گره های مکرومه رو براتون گذاشتم و آموزش انواع
شلف و کلی آموزش رایگان که مطمئنم به دردتون میخوره. حتما وارد پیج بشید و ممنونم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید. راستی یادت نره برای دوستات بفرستی.